پس از انفجار نتنز ایران تجهیزات جدید هسته را به زیرزمین منتقل می کند. رئیس بنیاد باران درباره وقوع اعتراضات در وضعیت هشدار جدی قرار داریم نارضایتی مردم بیشتر از آبان 98 است آمریکا موشک های ارسالی ایران به ونزوئلا را نابود خواهد کرد آزاد شدن 8.5 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی به نتیجه انتخابات آمریکا بستگی دارد. واکنش شهرداری مشهد به خبر بریده شدن تندیس شجریان با فعالیت‌های هنری خودسرانه برخورد می‌کنیم. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته است پس از انفجار در سایت هستهی ای تمامی زنجیره های جدید تحقیق و توسعه به زیرزمین منتقل خواهند شد. کازم قریب آبادی در گفتگویی که روز سهشنبه ششم آبان ما در روزنامه همشهری منتشر شده با اشاره به سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که ایران تأسیسات پیشرفته در دل کوه به جای تأسیسات حادثه دیده در نتنز احداث می کند. به گفته این دیپلمات ایرانی ساخت مراکز جدید به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده است ولی ایران نیازی ندیده است که بازرسان آژانس از محل حادثه دیده دیدار کنند علی اکبر صالحی روز سهشنبه هجدهم شهریور ما اعلام کرد کار ساخت سالن مدرتر وسیعتر و فراگیرتری از نظر همه ابعاد برای تولید سانترفیوژهای پیشرفتهتر در کوههای اطراف نتنز آغاز شده است از دوازدهم تیر ماه امسال در تأسیسات نتنز وقوع یک حادثه منجر به تخریب گسترده ی مرکز مونتاژ سانترفیوژ ایران شد این انفجار موجب کند شدن روند تولید این نو سانترفیوژ شده است و بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز این رخداد برنامه هسته ای ایران را تا دو سال با تأخیر مواجه می کند. مقام های دولت ایران می گویند این حادثه خرابکاری بوده ولی تاکنون جزئیات درباره آن اعلام نکردند و شورای عالی امنیت ملی ایران را مسئول اطلاع رسانی در این زمینه معرفی می کنند. یک روز بعد از هشدار محمد رضا با هنر فعال سیاسی اصولگرا نسبت به اینکه در صورت پیوست معترضان خاکستری به اعتراضات آبان ماه 98 شرایط به سمت انقلاب می رفت، جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب نیز نسبت به وقوع اعتراضات در ایران هشدار داد و گفت اکنون نارضایتی ها از هنگام آبان ماه 98 نیز بیشتر شده و در وضعیت هشدار جدی قرار داریم. هشدار چهره های سیاسی از هر دو جناح سیاسی درباره نارضایتی های گسترده و احتمال وقوع اعتراضات گسترده در ایران در حالی است که دستگاه های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی اکنون با اعتراضات سنفی نیز به شدت برخورد می کنند. در تازه ترین نمونه روز دوشنبه پنجم آبان ماه نیروهای امنیتی و معموران حراست با بازنشستگان و مجروحان جنگ شاغل در وزارت نفت ایران که برای اعتراض به عدم اجرای قوانین و مطالباتشان در برابر ساختمان این وزارتخانه در تهران تجمع کرده بودند با شدت برخورد کرده و چند نفر از معترضان را مجروح کردند جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب و رئیس بنیاد باران نزدیک به محمد خاتمی درباره شرایط موجود و احتمال تکرار اعتراضات آبان ما با تاکید بر اینکه در وضعیت هشدار جدی قرار داریم به شماره سهشنبه ششم آبان روزنامه اعتماد گفت امروز فشارها بر مردم نسبت به سال گذشته و پیش از کرونا یا حتی آبان ماه 98 بیشتر شده و در نتیجه نارضایتی ها هم افزایش پیدا کرده است رئیس بنیاد باران گفت که ادهی از مردم شغل خود را از دست دادن تعدادی درآمدشان کاهش چشمگیر داشته و از سوی دیگر تورم افسار گسیخته باعث افزایش نارضایتی ها شده و دولت هم نتوانسته در خصوص مسئله تحریم، کسری منابع و فشارهای معیشتی اقدام جدی صورت دهد. او تاکید کرد در حالی که درآمد مردم افزایش پیدا نکرده اما هزینه ها چند برابر شده و همه تکالیف بر دوش مردم افتاده است. این فعال سیاسی اصلاح طلب و رئیس بنیاد باران گفت احتمال بروز واکنش از سوی مردم افزایش یافته و دولت باید کاهش این فشارها را در دستور کار خود قرار دهد. یک روز پیش از هشدار جواد امام فعال سیاسی اصلاح طرف درب درباره شگیری دوباره اعتراضات محمد رضا با هنر فعال سیاسی اصولگرا است گفت در صورت پیوستن یک میلیون نفر در تهران به اعتراضات آبان 98 شرایط ایران به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می کرد. الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در مورد ایران و ونزوئلا به شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا محموله احتمالی مشکهای ایران به ونزوئلا را نابود خواهد کرد آمریکا پیش از این هم محموله نفتی ایران به ونزوئلا را توقیف کرده است آمریکا روز یک شنبه پنجم آبان ماه هشدار داد محموله احتمالی مشکهای دوربرد ایرانی برای رژیم مادورو را نابود خواهد کرد الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در مورد ایران و ونزوئلا به شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا جلوی ارسال موشک های ایران به ونزوئلا را خواهد گرفت و محموله های احتمالی موشک ایران برای مادورو را نابود خواهد کرد آبرامز اظهار داشت انتقال موشک های دوربرد از ایران به ونزوئلا برای آمریکا قابل قبول و مجاز نیست او تاکید کرد که ایالات متحده برای متوقف کردن انتقال موشک دوربرد به ونزوئلا تلاش خواهد کرد و اگر این موشک ها به ونزوئلا برسند در آنجا نابود می شوند. شبکه فاکس نیوز نوشته است مقامات آمریکایی اطلاعات بیشتری در مورد قریب الوقوع بودن ارسال چنین محموله هایی ندادند اما یادآور شدند ایران و ونزوئلا توافق هایی برای معاملات تسلیحاتی کردند آبرامز همچنین گفت ایران قصد خود را برای فروش اسلحه اعلام کرده و ونزوئلا هم هدف آشکاری برای خرید تسهیلات دارد نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا قبلا در جلسه هیئت دولت که به صورت مستقیم از تلویزیون ونزوئلا پخش میشد به ولادیمیر پادرینو د وزیر دفاع خود گفت پادرینو چه ایده خوبی که با ایران صحبت کنیم و ببینیم چه موشک های میان برد و دوربردی دارند و با توجه به روابط عالی ما با ایران این امکان را بررسی می کنیم. به گفته آبرامز ونزوئلا برای خرید بنزین از ایران شمش طلایی پرداخت میکند که دهها هزار دلار ارزش دارد هفته گذشته تحریم سازمان ملل برای خرید و فروش سلاح های متعارف توسط ایران به پایان رسید دولت ترامپ تلاش کرد شورای امنیت سازمان ملل را برای تمدید این تحریم متقاعد کند اما موفق نشد چند روز پس از بریده شدن تندیس چوبی محمد رضا شجریان در پارک ملت مشهد یک مقام مسئول در شهرداری مشهد از این موضوع ابراز بی اطلاعی کرد اما گفت عوامل نگهبانی به دلایل زیست محیطی با هر کسی که بدون مجوز فعالیت کند برخورد می کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا صدرا یوسفی معاون فرهنگی هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد دوشنبه شب پنجم آبان ماه گفت فرایندهای قانونی برای ساخت این تندیس در هیچ مرجعی از شهرداری مشهد طی نشده و اصل چنین موضوعی در حد یک شایع است این در حالی است که احمد نبیزاده پدید آورنده این تندیس روز گذشته اعلام کرد که علیرغم اختلاف نظر میان او و مدیریت پارک ملت وقتی مدیر پارک تندیس را میبیند خوشش میآید و قول میدهد که نور و حفاظ نیز برای آن تهیه کند آقای نبیزاده اضافه کرده است که وقتی روز دهم ده با صحنه خالی مواجه شدم سریعا من را به دفتر مدیر برده و با وعده و تهدید گفتن که پست نگذارم و من هم شرط گذاشتم که هر آنچه را از مجسمه شجریان مانده به من برگردانند با این حال معاون هنری سازمان فرهنگی شهرداری مشهد با ایراد تردید در اصل این مطلب گفته است ممکن است فردی به صورت خودسرانه و بدون مجوز اقدام به چنین کاری بکند در این صورت نیز عوامل نگهبانی بوستان به دلایل زیست محیطی با وی برخورد خواهند کرد پدید این اثر روز گذشته خطاب به مسئولان نوشته که اثرش اگر به هر جهت مناسب نبود با خود من هماهنگ شد تا خودم برای جابجاییش اقدام میکردم نه با سناریوهای موسک بنده را احمق فرض کنند و با تهدید بنده را از حق خودم که داشتن محصول دست خودم هست من کنند رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی گفته است پول بلوک شده ای ایران در کره جنوبی 8.5 میلیارد دلار است و برنامه ریزی برای آزادسازی این پول به نتیجه انتخابات آمریکا بستگی دارد. حسین تنهایی در گفتگو با خبرگزاری این تأکید تاکید کرده که مذاکرات بین دو کشور برای آزادسازی پولهای بلوک شده به جایی نرسیده و در حال حاضر پیشنهاد تحاصر از سوی ایران مطرح است. او از تهاتر غذا و دارو به عنوان پیشنهاد اولیه ای ایران نام برده و در مرحله بعد ایران پیشنهاد داده که تهاتر پتروشیمی لوازم خانگی و خودرو بین دو کشور صورت گیرد آقای تنهایی خرداد ماه امسال گفته بود که برخی بانک های خواستار حقالعمل و عجرت نگهداری پول های بلوکه شده هستند تا کنون جزئیاتی درباره میزان این حقالعمل و عجرت و پرداخت شدن یا نشدن آن از سوی ایران منتشر نشده است. در هفته های گذشته گزارش های متعددی درباره بلوکه شدن پول های ایران در کشورهای مختلف منتشر شده که سهم کره جنوبی در این گزارش ها بین 6 تا 9 میلیارد دلار اعلام شده بود. روزنامه جهان صنعت روز 24 مهر ماه در گزارشی نوشت که به خاطر تحریم های آمریکا 40 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر مسدود شده که 20 میلیارد دلار آن مربوط به چین است